چرا وقتهایی که میخوایم بریم بگردیم و تفریح بکنیم از اصطلاح بیرون رفتن استفاده میکنیم سلام و هایتون خوب باشه من ارشام از تایم لسترون این ویدیو آخرین ویدیویی که از کتاب پرسگاه معماری میخوام خدمتتون نقل قول بکنم مطالبش رو و خیلی مطلب جذابی هم هست راجع به شهرسازی داخلی معمولا ما میخوایم وقتی بریم تفریح کنیم بگردیم دیدید از اصطلاح بیرون رفتن استفاده میکنیم مثلا بعضی پرسن داری کجا میری میگم میخوام برم بیرون معمولا این بیرون رفتن تو ضمن کلمه خودش یک مفهومی از تفریح کردن و پرسه گردی هم توش هست یعنی انگار یه تایمی و قرار شما فقط بری عشق و حال بکنی به خاطر همین میگی بیرون اما اگه قرار باشه یه مکان خاصی بری یه مکانی که احتمالا یک معماری اونو طراحی کرده اسم مکانه رو میاری میگی مثلا میخوام برم مدرسه میخوام برم پاساش میخوام برم مثلا سر کار یعنی توی اون فعل ها هم شما داری بیرون میری اما اسم مقصد رو میاری اما وقتی که بخوای بری بگردی تفریح بکنی دیگه میگی میخوام برم بیرون یعنی این کلمه فارغ از این که داره راجع به بیرون یا درون فضایی بودن صحبت میکنه یه دلالتی به یک رفتاری هم داره انگار بیرون رفتن رفتاری برای تفریح و تفرش کردن و برای عشق حال. خب حالا ما توی ویدیو قبلی گفتیم که معمارا میخوان تلاش بکنن که داخل فضایی که دارن طراحی میکنن یک فضای پرسگاهی رو به وجود بیارن یعنی چی یعنی انگار آدم داخل یه فضایی که معمار طراحی کرده داخل یه ساختمونه اما رفتاری که داره انجام میده مثل رفتاری که داره میره بیرون یعنی اینجاست که یه تضادی بین درون و بیرون صورت میگیره این بیرون رو به داخل آوردن در ضمن خودش یعنی چی یعنی اون رفتاری که آدما بیرون دارن توی پارک دارن توی خیابون دارن ما ببینیم آیا میتونیم اون احساسات رو اون رفتارها رو داخل بنا داشته باشیم و همینه که میتونه شو بکنه این پروژه ها رو یعنی فرد داخل ساختمونه اما انقدر داره تفریح میکنه انقدر داره پرسه گردی میکنه توی اون ساختمونه که از نظر حسی حس بیرون رفتن رو داره یعنی اینجاست که از لحاظ ای هم انگار بیرون با درون تلفیق شده رفتاری که ما بیرون داریم داره داخل معماری رخ میده این میشه یک موضوعیت کلی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم مطلب با این جمله شروع میشه که چیزهای بین و بینی باحالن چیزهای بین و بینی میشه همین مفهومی که راجبش صحبت کردیم داخل ساخته ساختمونی اما رفتارت مثل وقتیه که بیرونی اینجور چیزهایی که دو رگه یا ممکنه چند رگه هم باشن برای مخاطب همیشه جذابی است دارن ما میتونیم بیایم به صورت یک تیف پروژه ها رو از عمومی به خصوصی بچینیم مثلا فضاهایی مثل خیابون یا پارک فضاهای کاملا عمومی هن. یعنی معمولا در اختیار دولت ها هستن در اختیار حکومت ها هستن همه افراد میتونن آزادانه به اون مکان ها سر بزنن مالکیتش هم مال همه افراد انگار چون مال حکومت یا دولته اما این وسط یک سری پروژه ها هستن که در ذات خودشون یک رفتار بینابینی دارن مثل چی؟ مثل مراکز تجاری مراکز تجاری مالکیت دارن از نظر حقوقی اما فضای دسترسی پذیری هستن برای افراد یعنی انگار برای اینکه ما یک مکان رو عمومی یا خصوصی بدونیم چندین عامل درش نقش داره یکی مفهوم حقوقی مالکیت هست. یکی دسترسی پذیر بودن هست. که این در دسترس بودن مثلا در مورد مراکز تجاری وجود داره اما خب میدونیم که از نظر مالکیت خب میتونه مال یه آدم خاصی باشه یا مال اون مغازه‌دارایی که مثلا توی یک پاساژی اومدن و ملک رو خریدن یعنی همین باعث میشه که اتفاقا پروژه های تجاری از نظر ساختار اتومات تبدیل بشن به اون پرسگاه هایی که ما گفتیم مکانایی که یک معمار طراحی کرده فضاهای درونی هن. داخل یک ساختمانی ما میریم وقتی داریم مثلا توی مرکز تجاری میگردیم اما ذات رفتاری که اونجا داریم ناخودآگاهانه به رفتاری برمیگرده که ما در بیرون فضاهای ساختمانی داریم یعنی پرسه گردی میکنیم سر میزنیم میریم تفریح میکنیم میریم میگردیم توی فضاها انگار اتومات در فضاهای تجاری این اتفاقی که ما دنبالش هستیم که فکر میکنیم برای مخاطب و جذابه داره رخ میده همین پرسه گردی در داخل یک ساختمان حالا اتفاقی هم که طی معماری سالهای اخیر در جهان داره رخ میده همچین اتفاقیه دیگه ما فضاهای عمومی و خصوصی رو دیگه نمیان به صورت صلب درجه بندی بکنیم و مثلا بگیم این عمومی این خصوصیه اتفاقا به مرور زمان فضاهای عمومی داخل ساختمان‌هایی که شاید حتی مسکونی هم باشن به مور زمان دارن افزایش پیدا میکنن شاید این ناشی از همین باشه که معمارها متوجه این موضوع شدن یعنی مکان هایی که انگار برای پرسگاه بودنن برای تفریح کردنن برای گذر کردنن خیلی جذابن برای آدم ها و مثلا توی مراکز تجاری که خب این داره اتفاق طبعا به صورت اتومات میفته البته معمار میتونه نقش داشته باشه توی اینکه این حس توی مخاطب تحریک بشه و قویتر هم بشه و دیدن آقا این برای مخاطب و برای آدم ها جالبه اینکه فضاهای بیرون و درون با هم تلفیق بشن حالا اتفاقی که داره میفته اینه که معمارها با آگاهی که از این موضوع پیدا کردن دارن کم کم کاری میکنن که انگار ما توی فضاهای دیگمون هم این حس رو تجربه بکنیم یعنی مثلا ویلایی داشته باشیم که انگار داخل ساختمان ویلا فضای بیرون با درون تلفیق شده یک ساختمان مسکونی یک آپارتمان مسکونی داشته باشیم که فضاهای عمومیش بیشتر شدن یا حتی در فضاهای خصوصیش هم یک سری رفتارهای عمومی داره رخ میده چرا چون از اینجا شروع کردیم بحثو که چیزای بینابینی باحالن یعنی انگار ما دیدیم برای مخاطب چه جذاب بوده الان داریم شروع میکنیم توی بخش‌های دیگه توی پروژه‌های دیگه که حتی به ظاهرش نمیاد اینا بخوام مکان‌هایی باشم که بر افراد مثلا بخوام به صورت عمومی ازش استفاده بکنن و مثلا بخوام برن توش بگردن ما بیایم این کاربری رو قرار بدیم این امکان رو به مخاطب بدیم که توی فضاهای خصوصی بخواد گردش پیدا بکنه اون ویدیویی که در رابطه با سفارت هلند در برلین ساختیم اونجا هم رمکور همچین کاری کرده پروژه یک سفارت بود یعنی یک پروژه‌ای که کاملا باید فضاش فضا امنیتی باشه اما میاد تو دل این سفارت یک حفره انگار ایجاد میکنه که فضای بیرون با درون رو تلفیق بکنه و حتی تصور آدم ها رو میتونه در رابطه با سفارت عوض بکنه دیگه آدم ها شاید اون گارد رو نسبت به فضای مثل سفارت نداشته باشن یعنی میخوایم بگیم توی امنیتین فض... فضاها مثل سفارت خونه ها هم ما میتونیم نگاه افراد و نسبت به اون ساختمون رو عوض بکنیم با اینکه بیان فضای بیرون رو قاطی بکنیم با فضای درون افراد رو بکشونیم داخل ساختمون و اینجوری میشه که معماری کمک میکنه ذهنیت افراد اصلا راجع به یک کشور تغییر پیدا بکنه وقتی سفارت هلند توی برلین اینجوری طراحی میشه خب این باعث میشه که انگار به نظر من حتی مردم این دو کشور به هم نزدیکتر بشن چون آلمانیایی که دارن توی برلین زندگی میکنن میتونن برن توی سفارت هلند از دل یک بشن برم بشینن توی پشتونه اونجا یه قهوه بخورن یعنی ناخودآگاهانه ذهنیتشون میتونه راجع به یه کشور دیگه هم عوض بشه معماری تونسته این کار رو انجام بده عنوانی که در اول این جوستان هم استفاده شده بود یعنی شهرسازی داخلی به همین نکته برمیگرده یعنی انگار رفتارهایی که آدم ها توی شهر داشتن اون رفتارها رو بکشونیم داخل ساختمون یک شهرسازی داخلی انجام بدیم این خودش پارادوکس و یک دیالکتیکی داره دیگه شهرسازی انگار فضا همیشه عمومیه مال مردم فضاهایی که توی خیابون و در مثلا جایی که خودروها و آدمها دارن رفت آمد میکنن ما بهش میگیم شهرسازی یعنی اون جز رشته شهرسازی میدونیم حالا ما میتونیم این شهرسازی رو کارهایی که تا الان قرار بوده توی شهر انجام بشه رو آروم آروم بکشونیم داخل یک مثالی هم که حالا توی کتاب هست و البته مطلب جداگانه ای هست الزامن امتدادی نسبت به این صحبت ها ندارم اما به نظر من از یک نظر خیلی جالب بود همین گفتیم که چیزهای بینابینی برای آدم ها باحالن. یه مثالی زده کتاب که ما توی ایران تجربه میکنیم پارکینگ پروانه من متاسفانه سعادت نداشتم که دو سالهایی که پارکینگ پروانه توی خیابون جمهوری یعنی داشت اونجا برگزار میشد جمعه ها سر بزنم و بتونم اون فضا رو تجربه بکنم الان انتقال پیدا کرده به همین تپه های فکر کنم حدود حلوش باخ کتابه و اونجا جمعه ها جمع میشن این دست فروش ها و میتونن حالا محصولات هنری یا هر محصول صنایع دستی دیگه که دارن رو ارائه بدن اما اتفاقی که توی اون پارکینگ پروانه میافتاد چی بود پارکینگ پروانه خب پارکینگ یه بود که مثل همه پارکینگ ها سری رمپ تشکیل شده اما اتفاقی که افتاده بود این بود که این جمعه ها کاملا فضایی که برای ماشین طراحی شده و برای پارکینگ به راحتی میتونست تبدیل بشه به فضایی برای خرید و فروش اجناس مختلف یعنی مردم خودشون اومده بودن به صورت کاملا تعمدی و به صورت ارادی اومده بودن یک فضا رو عوض کرده بودن کرده بودن یه چیز دیگه اسم اون مکان پارکینگ بود اما آدما داشتن برای خرید و فروش ازش استفاده میکردن و اتفاقا خیلی هم راحت این کار رو انجام میدادن یعنی بدون اینکه یک معمار در روز طراحی تصمیم گرفته باشه که یک پارکینگ به مکانی برای خرید و فروش تبدیل بشه خود آدم ها این تصمیم رو میگیرن و به راحتی از اون مکان برای خرید و فروش استفاده میکنند از اینجا ما به یک نکته دیگه میرسیم ما با معماری انگار همیشه میخوایم تلاش بکنیم که به زور رفتار آدم ها رو تغییر بدیم اما میبینیم که عملا این آدم ها هستن که اگه خودشون تصمیم بگیرن به راحتی میتونن یک پارکینگ رو به یک مرکز تجاری تبدیل بکنن یعنی بعضی اوقات معماری انگار میاد کارها رو پیچیده تر هم میکنه در صورتی که مردم میتونن با رفتار خودشون کاملا به ما این رو نشون بدن که این فضا میتونست چه های دیگه ای هم داشته باشه بدون اینکه این, این معمار روز اول این فضا رو به خاطر خرید و فروش مثلا طراحی کرده باشه آدم ها خودشون اسم میکنن که اینجا جای جالبیه برای خرید و فروش قشن انگار روزهای جمعه این ماشین ها تبدیل میشن به آدم ها برای رفت آمد توی اون پارکینگ من به نظرم حتی این مطلب آخر کتاب میتونست اول کتاب بیاد چون ما شروع کردیم از اینجا که معمارها دارن از رمپ چه استفاده میکنن یعنی انگار اول از طراح شروع کردیم و گفتیم معمار داره به رفتار مردم شکل میده اما انگار تو آخر کتاب به این رسیدیم که نه انگار رفتار اونهاست که میتونه به طراحی ما شکل بده یک پارکینگی هست که مردم با رفت آمدی که به اونجا دارن دارن بهمون یادآوری میکنن که این پارکینگ چقدر استعداد داره برای اینکه به این فضای تجاری برای رفت آمد مردم تبدیل بشه به جای ماشین ها انگار رفتار ها قبل از طراحی ما شکل گرفته و اون فقط لازمه که به این رفتارها دقت بکنیم ممنونم از اینکه این ویدیو رو دیدید امیدوارم جذاب بوده باشه و ممنون از علی نقوی امینی و علی اپری که این کتاب رو نوشتم با تصویرگری محمد محمد خانی کتاب فوق بود واقعا از مطالعش لذت بردم امیدوارم که شما هم حتما این کتاب رو تهیه بکنید و مطالب رو بهتر و دقیقتر از خودش مطالعه بکنید من در سطح سواد خودم تلاش کردم که مطالب کتاب رو به شما انتقال بدم ممنونم از اینکه نگاه کردید مخلص شما فعلا